таваҷҷӯҳ, дастгирӣ ва шароиту имконияти муосир, ки аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат фароҳам оварда шуд, дар кӯтоҳтарин муддат рушди бемайлони соҳаи телевизион ва радиои тоҷикро таъмин ва фазои иттилоотии мамлакатро бо эътимоду комилтар намуд. در رسم افتتاح تلویزیون علم و طبیعت معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان، رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم ها و دیگر نهادهای دولتی اشتراک نموده با پخش تگمه رمزی رسما به فعالیت این شبکه تلویزیونی آغاز بخشیدند. تلویزیون علم و طبیعت با تکنولوژی پیشرفته مجهز گردانده شده، برنامه‌های آن با دقیقیت بلند یعنی در فرمت HD پخش کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، ضمن واخوری با عالمان مملکت 18 مارس سال 2020 به رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده بودند که شبکه نو تلویزیونی را با نام علم و طبیعت تأسیس دهند و در این شبکه تعلیم فنهای طبیعی، دقیق، ریاضی، تکنیکی و تکنولوژی را به راه مانده با این مقصد آموزگاران با تجربه و دانشمندان ساحه را جلب نماید و در برنامه‌های هر روزه این شبکه دستاوردهای علم وطنی و جهانی و اختراعات اینوواسیونی را معرفی سازد. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 آوگوست سال 2020 درباره تأسیس مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت قرار قبول نمود که طبق آن آیین نامه و ساختار مؤسسه مذکور تصدیق کرده شد. طبق اطلاع در تلویزیون علم و طبیعت قریب 90 واحد کاری تأسیس داده شده است. در شبکه نو تلویزیونی خبر و گزارش ها و برنامه ها با زبان های تاجیکی و خارجی 24 ساعت در یک شبانه روز پخش کرده می شوند. با فعالیت آغاز نمودن شبکه نو تلویزیونی برای جلب نمودن عالمان، دانشمندان با تلویزیون و در امری به مردم رسانیدن و عاموی نمودن علم و دستاوردهای علمی خدمت ارزنده خواهد نمود. 20 ساله آموزش فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی اعلان شده است. توجه اساسی شبکه نو تاسیس به انعکاس این علم ها روانه کرده می شود و ما باوری کامل داریم که برای بالا بردن تفکر علمی مردم، برای تقویت بخشیدن تفکر تکنیکی مردم و همچنین برای با دستاوردهای علم و تکنیک آشنا نمودن بینندگان شبکه نو تاسیس خدمت خواهد نمود. در تلویزیون علم و طبیعت خبر و گزارش و برنامه ها آید به دستاورد و موفقیت های علمی عالمان در بخش های گوناگون از جمله اختراکاری عالمان جوان، عالم حیوانات و نباتات، منظره های دلفریب و کوه های آسمانبوس تاجیکستان آماده کرده شده منظور بینندگان گردانده می شود. همچنین با نظرداشت سری وقت آگاه کردن اهالی از دستاورد و نوگانی های علمی تاجیک، تطبیق دستاورد های علمی در استحصالات و جاری کردن تجربه های اینوواسیونی در کارخانه و شرکت های صنعتی و استحصالی که محرک اساسی رشد علمی باشند، برنامه ها و خبر و گزارش ها پیشنهاد می گردد. در افتتاح تلویزیون نو که به روز علم تاجیک روز آمده است، دستاورد عالمان تاجیک در ساحه های گوناگون از جمله تکنیک داروسازی و غیره به نمایش گذاشته شد. پس از افتتاح کردن تلویزیون علم و طبیعت، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان در حضور کارمندان تلویزیون و رادیو برآمد کرده تاکید کرد که با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سالهای صلح استقلالی در ساحه تلویزیون و رادیو تحولات جدی به وجود آمده، شبکه های نو تلویزیون و رادیوی دولتی و خصوصی پای هم تأسیس داده شدند و برای رشد تلویزیون و رادیوی وطنی زمینه مساعد فراهم آورده شد. من فکر میکنم یک دستوری سازنده، دوراندیشانه و خردمندانه پیشواز معظم ملت است در راه عملی سازی 20 ساله رشد علمی طبیعت شناسی دقیق و ریاضی عملی گردید و شبکه علم و طبیعت تأسیس یافت. این شبکه میتواند در رشد تفکر تکنیکی، در بواسطه توسعه جهان بینی علمی در جامعه تاجیکستانی، در مورد تطبیق این با استحصالات، در مورد شناخت چهره های ادبی و فرهنگی و سیاسی کشور، در ترغیب و تشویق دانش های تکنیکی، ترغیب و تشویق نوآوری، اختراع‌کاری در بین تمام طبقه های کشور
سهم ارزنده میگذارد. یکی از راهنمایی‌های اساسی برای کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت میباشد. سهم شبکه مذکور در دایره این اقدام نجیب سرولی دولت در رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهانبینی علمی جامعه نهایت نظررس خواهد بود. از این پس مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت در قطار دیگر شبکه‌های تلویزیونی در تامین رشد صحه ترغیب دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت، بلند برداشتن سطح خودشناسی و خودآگاهی شهروندان، حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم صلح و ثبات، وحدت و یگانگی و استقلال دولتی سهم مناسب خواهد گذاشت. نوری‌الدین قربان، بهادر استم، برای برنامه اخبار.